تنظیم موتور. اگرچه سیستم ECCS تنظیمات اولیه را برای درست کار کردن موتور انجام داده و تصحیح می نماید، ولی تنظیمات اولیه به صورت دوره‌ای ضروری و مهم می باشد. اول موردی که پس از شنیدن گلایه مشتری باید مورد بررسی قرار گیرد، عملکرد عمومی خودرو می باشد. مراحل انجام تنظیمات و روش آن به صورت مشروع در فلوچارت بخش‌های EC و EF آمده است. برای نشان دادن روش کار و مراحل انجام آن، خودروی سری پریمرا P102 با موتور SR20DE را در نظر می‌گیریم. اول به راهنمای EC و EF مراجعه می‌کنیم. اطلاعات بیشتر در بخش اطلاعات زمینه 2 وجود دارد. همانگونه که می‌بینید، صفحات مربوط از 2000 به بعد شروع می‌شود. پس از انتخاب موتور مورد استفاده، به بخش‌های تنظیم دور آرام و نسبت هوا به سوخت ایدئال می‌پردازیم. شرح آنها از صفحه 2184 شروع می‌شود. در بالای صفحه لیستی از کارهایی که قبل از شروع کار اصلی باید انجام شود وجود دارد. در بقیه صفحه یک فلوچارت وجود دارد که ترتیب انجام کار را برای بازدید و تنظیم مشخص نموده است. در صفحه بعدی فلوچارت های مفصل تری وجود دارد که شامل پروسه کامل و نتیجه مورد انتظار و راهنمایی جهت آنچه که باید در صورت درست نبودن نتیجه انجام شود می باشد. حال مرحله به مرحله از فلوچارت پیروی می کنید. بعد از تکمیل بازدید ظاهری می توانید به قسمت آ مراجعه کنید. در این مرحله موتور روشن شده تا به حرارت نرمال برسد. دور آرام وقتی که موتور در حرارت معمولی قرار دارد کمتر از 1000 RPM باشد. اگر نسبت به جریان پیچ دور آرام را تنظیم کنید، اکنون می توانید به قسمت B مراجعه کنید. در این حالت دور موتور را به 2000 RPM برای مدت 2 دقیقه می رسانید و مجدداً به دور آرام برمیگردیم. این کار برای تکمیل چک کردن پروسه کاری می باشد. این کار را با بکارگیری دستگاه کنسالت بهتر می توان انجام داد. با وصل کردن سوکت A یا B آن را روشن کنید و دکمه استارت را نشان دهید. موتور را انتخاب کنید و بعد دکمه سلف دیاگنوستیک ریزالت یا نتیجه عیب را فشار دهید. اگر ایرادی ثبت نشده باشد، مانند این حالت به قسمت بعد می روید. ولی اگر عیبی ثبت شده بود، باید قبل از رفتن به مرحله بعد برطرف شود. مرحله بعد بالا بردن دور موتور به 2000 RPM و سپس 2 یا 3 بار به 3000 RPM رسانده و به دور آرام برمیگردید. اکنون کلید بک را فشار داده تا به راهنمای مرحله قبل برسید. برای تنظیم زمان جرقه یا تایمینگ، حالت ورک ساپورت انتخاب شود. بعد از انتخاب کلید استارت را فشار دهید. این حالت ECCS را به وضعیت تنظیم برمیگرداند. اول زمان جرقه یا تایمینگ مبنا را چک نموده و در صورت لزوم تصحیح نمایید. به هر حال در صورتی که مراحل ابتدایی کار فراموش شده است، قسمت دیگری از مراحل کار بدون استفاده از دستگاه کانسالت وجود دارد. اگر از کانسالت استفاده می کنید، این قسمت را کنار بگذارید. نمای مربع با روشی مشابه نشان داده شده است. نمای بالای جعبه این نمای روی صفحه کانسالت را نشان می دهد. در صورتی که تصویر F عملیات مورد نیاز را برای عدم استفاده از کانسالت نشان می دهد. اکنون به فلوچارت برمی گردیم. دور موتور را مجدداً 2 یا 3 بار بالا می بریم و سپس به دور آرام برگشته و زمان جرقه یا تایمینگ را چک می کنیم. این باید در 15 درجه قبل نقطه مرگ بالا با 2 درجه تلورانس باشد. اگر در این حدود نبود، در جعبه بعدی شرح آنچه که باید انجام شود نوشته شده است.
از آنجا که در این حالت صحیح هست، ما به کارمان ادامه می دهیم و دور آرام را چک می کنیم. برای این کار کلید بک را لمس کرده تا به راهنمای قبلی برگردیم. سپس کلید AAC Valve Adjust را انتخاب و کلید استارت را فشار دهید. اگر دور درجا درست نبود، مانند این حالت مسیر NG را انتخاب کنید. دور موتور را چند بار قبل از تنظیم دور آرام بالا ببرید. از اینجا دوباره به قسمت اصلی فلوچارت برگردید و همان گونه که گفته شد کلید بک را روی کانسالت فشار دهید. این حالت واحد کنترل را به کار عادی برمیگرداند. پس از آن دور موتور را مجدداً 2 یا 3 بار باید بالا برد. سپس به دور آرام برگشت. فلوچارت در صفحه بعد ادامه دارد. در این حالت دور آرام مجدداً چک می شود. اما این بار در حالت دیتا مانیتور. برای این کار دوبار کلید بک را فشار دهید تا به راهنمای اصلی برسید و سپس دیتا مانیتور را انتخاب کرده استارت را فشار دهید. RPM باید به 850 به اضافه 50 برسد. در این حالت به علت اینکه بک قبلا لمس شده بود، یک سیگنال به واحد کنترل فرستاده می شود تا مجدداً فعال شود. این شیر اکنون کنترل دور آرام را در دست گرفته است و به صورت اتوماتیک دور آرام را بالا می برد. اگر دور آرام بالا نرفت، نیاز به انتخاب مسیر NG می باشد و باید شیر ACC و کنکتورها و سیم‌های مربوط به واحد کنترل مورد بازرسی قرار گیرد. راهنمای چک کردن آنها در فلوچارت مشابهی در بخش ایبیابی راهنمای سرویس وجود دارد. ما در مورد این بخش بعداً صحبت خواهیم کرد. آخرین پروسه کاری در این فلوچارت بررسی عملکرد سنسور گازهای خروجی و نسبت هوا به سوخت می باشد. با بکارگیری یکیشان می توان در حالت دیتا مانیتور وضعیت بازخور را چک نموده، دور موتور را به 2000 RPM برای مدت 2 دقیقه می رسانیم تا سنسور به دمای کار کرد برسد. دور موتور را ثابت نگه داشته و به اعداد کانسالت به دقت توجه کنید. اگر نشانگر بین ریچ و لین 5 بار در هر 10 ثانیه تغییر می کند، سیستم کار خود را به خوبی انجام می دهد. اگر این تغییر مشاهده نشد، باید مسیر NG را انتخاب نمایید تا قطعه خراب مشخص شود. این تست ما را به قسمت آخر فلوچارت و مراحل انجام تست راهنمایی نموده است. در مورد خودروهایی که 2 عدد سنسور اکسیژن دارند، مانند Z32، کارکرد هر 2 سنسور را می توان روی 1 صفحه نشانگر دید. در این مدل مهم است که هر 2 سنسور بین ریچ و لین تغییر حالت دهد. روش دیگر برای چک کردن کارکرد سنسور اکسیژن ایجاد حالت فانکشن می باشد. این با Z32-300ZX که 2 عدد سنسور اکسیژن دارد کار می کند. با انتخاب فانکشن تست و متعاقب آن سینگل تست و سپس با حرکت به صفحه بعد مشاهده نسبت مخلوط یا میکسچر انجام می شود. این تست در صورتی که موتور به حرارت عادی نرسد انجام نمی شود. پس از رسیدن دما به 80 درجه کلید استارت را فشار دهید. مهم است که دور تا پایان تست ثابت باشد. پس از پایان تست در صورت عملکرد درست صفحه نمایشگر اوکی را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید مقدار واقعی را برای هر 2 سنسور داشته باشید، با 2 بار حرکت صفحه حداقل ولتاژ و تغییرات آن را نسبت به زمان مشخص مشاهده کنید. تنظیم موتور 5 حالت ABR. موتورهای قدیمی نوعی ABR داشت که با کانسال سازگار یا کامپتیبل نبود. بنابراین چک کردن موتور و پروسه ABR نیز کمی فرق می‌کرد. ما خودروی ماکسیمای JC با موتور VQCE را انتخاب می‌کنیم. تا
تشریح ایبیابی خود به خود از صفحه 74 EFMEC قسمت ایبیابی کتاب راهنمایی سرویس شروع می شود. سیستم ایبیابی از نوع 5 حالت می باشد. ایبیابی فقط با کد روشن و خاموش شدن چراغ امکان پذیر است. حالت 1 عملکرد سنسور گاز خروجی را در فازهای باز و بسته نشان می دهد. حالت 2 عملکرد نسبت هوا به سوخت و کنترل بازخور را نشان می دهد. در این حالت نشان می دهد که آیا نسبت هوا به سوخت در حد تلورانس می باشد؟ حالت 3 به وضعیت موقت برمی گردد و نشان می دهد که آیا حافظه مشکلی دارد یا خیر؟ حالت 4 عملکرد سویچ را در حالتهای دور آرام و استارت و همچنین سنسور سرعت خودرو را نشان می دهد. در حالت 5 که حالت ایبیابی شناخته می شود، ایب در سنسور موقعیت میلنگ، سیگنال احتراق در مواقع بروز شناخته می شود. با یک پیچ انتخاب که در کنار دستگاه نصب شده است، می توان هر یک از 5 حالت را انتخاب کرد. تشریح چگونگی انجام آن در راهنمای سرویس آمده است. به هر حال یک راه آسان تر جهت دسترسی به 5 حالت به کارگیری جعبه بازرسی یا چک باکس می باشد. اما اول باید به فلوچارت بازرسی، قسمت دور آرام، زمان جرقه یا تایمینگ نسبت هوا به سوخت در دور آرام مراجعه کنیم. در این قسمت اول باید موتور را گرم کنیم و به وضعیت ایبیابی وارد شده و ایراد حافظه واحد کنترل را بررسی کنیم. به خاطر بیاورید که این کار در حالت سوم امکان پذیر است. اطمینان حاصل کنید که سویچ خاموش است و سوکت ایبیابی را به دستگاه ایبیابی یا چک باکس فست کنید. وقتی موتور در دور آرام کار می کند، کلید حالت را روی آن قرار دهید. دو LED روشن و خاموش شده و حالتها را به ترتیب طی می کند. یک بار روشن یعنی حالت 1. دو بار روشن یعنی حالت 2 و الی آخر. این حالت تا زمانی که کلید خاموش شود ادامه دارد. برای انتخاب حالت 3 بلافاصله پس از 3 بار خاموش و روشن شدن پشت سر هم کلید را خاموش کنید. LED سبز و قرمز را باید به دقت نگاه کرد، زیرا آنها نشان دهنده یک کد ایب می باشند. LED قرمز رنگ مربوط به دهگان و سبز یکان می باشند. بنابراین 5 بار خاموش و روشن شدن قرمز و 5 بار خاموش و روشن شدن سبز نشانگر کد 55 می باشد. مقایسه کد داده شده به جدول راهنمایی سرویس نشان دهنده این است که ایبی وجود ندارد. اگر کد ایبی مشاهده شود، باید قبل از ادامه ایب برطرف شود. اگر به حالت 4 برویم، بلافاصله پس از خواندن کد ایب، ایب مذکور از حافظه حذف می شود. اکنون به فلوچارت برمی گردیم و عملیات بعدی را شروع می کنیم. اکنون زمان جرقه را چک می کنیم. در صورتی که درست باشد، همان گونه که اینجا درست است، به قسمت دور آرام می رویم. در تست دور آرام همیشه بهتر است که مسیر NG را دنبال کنیم. در این حالت باید مطمئن شویم که تنظیم دور آرام صحیح بوده و سوپاپ AAC درست کار می کند. اکنون کلید سمت چپ را باز کنید. در این حالت سیگنالی به واحد کنترل فرستاده می شود تا سوپاپ AAC را ببندد. اکنون دور آرام را با مشخصات داده شده تنظیم کنید. سپس کلید حالت را به وضعیت آف برگردانید. با این کار باید دور آرام به حد نرمال برگردد. اگر دستگاه چک باکس ندارید، باید این روش را برای تنظیم دور آرام به کار گیرید. پیچ انتخاب روی واحد کنترل را تماماً در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. با این کار سوپاپ AAC بسته می شود. دور آرام را تنظیم کنید.
سپس پیچ مذکور را کاملا عکس حرکت عقربه ساعت بچرخانید. با انجام این کار دور آرام باید در حد نرمال تنظیم شده باشد. پس از انجام این کار به فلوچارت برگردید و سنسور گازهای خروجی یا اکسیژن را چک کنید. دور موتور را تا 2000 RPM بالا ببرید. بعد از 2 دقیقه LED سبز رنگ شروع به چشمک زدن می کند. اگر 5 بار در 10 ثانیه روشن و خاموش شود، سنسور اکسیژن درست کار می کند. تست بعدی کنترل نسبت هوا به سوخت را در حالت بارخود تست می کند. برای این کار سیستم باید روی حالت 2 A یا B قرار گیرد. برای این کار از دستگاه چک باکس که قبلا تشریح شده بود استفاده کنید. در صورت سالم بودن هر 2 LED همزمان 5 بار در 10 ثانیه در 2000 RPM روشن و خاموش می شوند. این تست نهایی تکمیل کننده یه تست دور آرام تایمینگ یا زمان جرقه و نسبت هوا به سوخت در حالت درجا در این خودروی مخصوص می باشد. اگر هر یک از نتایج رضایت بخش نبود، از مسیر NG پیروی تا نسبت به رفع آن اقدام نمایید. عیب یابی. در مسائل عیب یابی بهتر است اول به فهرست عیب یابی در کتاب راهنمای سرویس مراجعه شود. برای تشریح این مورد ما کتاب راهنمای سرویس خودروی پریمرا را انتخاب می‌کنیم. فهرست را با اطلاعات مربوط به عیب یابی هوشمند شروع می‌کنیم. این عیب یابی شامل حالت‌های مختلفی است که در خودروی مورد استفاده وجود دارد. در این خودرو همان گونه که می‌بینید فقط 2 حالت عیب یابی وجود دارد. بقیه یه فهرست به 2 قسمت اختصاص داده شده است. عیب یابی به وسیله علائم عیب، عیب یابی قطعات و اجزای خودرو. اکنون به یک مورد از روش کار عیب یابی می‌پردازیم. به عنوان مثال، وقتی به بررسی زمان جرقه در دور آرام و نسبت هوا به سوخت خودروی پریمرا می‌پردازیم، متوجه می‌شویم وقتی به سوپاپ AAC برق داده شود، دور آرام زیاد نمی‌شود. با نگاه روی فلوچارت می‌توان دید که اگر دور آرام درست نباشد، باید مسیر NG را انتخاب کنیم. در اینجا به ما توصیه می شود که سوپاپ AAC سیم های مربوطه و واحد کنترل را چک کنید. بنابراین به قسمت فهرست عیب ها مراجعه می کنید تا بقیه مسیر را برای ادامه کار انتخاب کنید. ما قسمت دوم فهرست را انتخاب می کنیم. روش کار عیب یابی مربوط به سوپاپ AAC در صفحه 36 وجود دارد و مشروع آن در صفحه 2292 EFNEC شروع می شود. این صفحه شامل نقشه سیمکشی و تعدادی شکل نشان دهنده مکان کنکتور سوپاپ AAC می باشد. مطالعه این قسمت برای چند دقیقه کمک مؤثری جهت پیدا کردن لی‌آوت مدار خواهد بود. این دیاگرام مدل‌های با گیربکس معمولی و اتوماتیک را پوشش می‌دهد. یک راهنما در گوشه سمت چپ کمک می‌کند که کدام مسیر را برای مدل مورد نظر انتخاب کنید. اکنون به صفحه بعد و خود فلوچارت می‌پردازیم. در این حالت عملکرد کلی را چک می‌کنیم. این کار را می توان با کنسالت و یا بدون کنسالت انجام داد، ولی ما ترجیحاً از کنسالت استفاده می کنیم. پس از گرم شدن موتور، دور آرام را در حالت ورک ساپورت چک می کنیم و سپس کلید IG تایمینگ ادجاست را فشار می دهیم. پس از لمس کردن کلید استارت، در صورت سالم بودن سوپاپ AAC دور آرام اضافه می شود. اگر اضافه نشد، مانند این حالت به مربع B مراجعه می کنیم. در اینجا اول باید برق ورودی سوپاپ چک شود. برای این کار ابتدا سویچ را در وضعیت خاموش قرار داده و ولتمتر را بین ترمینال A و بدنه وصل می‌کنیم. شکل‌های سمت چپ شرایط چک کردن را به ما نشان می‌دهد. موتور خاموش، کنکتور قطع و ولتمتر بین ترمینال A و بدنه وصل شود.
با توجه به نتیجه کار مسیر اوکی یا انجی را انتخاب می کنیم. با توجه به اینکه ولتاژ باتری را در این مثال اندازه گیری کردیم، نتیجه می گیریم که برق ورودی درست است. لذا به مربع سی مراجعه می کنیم. در این حالت ولتاژ خروجی ECCS چک می شود. می توان از راه های مختلف آنها را چک کرد. با بکارگیری کنسالت یا بدون کنسالت. ما روش اول را انتخاب می کنیم و از کنسالت استفاده می کنیم و کنکتور سوپاپ را وصل می کنیم. حال با کنسالت فانکشن تست را انتخاب کرده، سپس AAC والف سیستم را لمس می کنیم. با لمس کلید استارت تست شروع می شود. با توجه به اینکه نتیجه رضایت بخش نیست، مسیر NG را انتخاب می کنیم. در این حالت ممکن است که فلوچارت کمی گمراه کننده باشد. لذا اجازه دهید تشریح کنیم. در مربع B برق سوپاپ AAC را چک کردیم. در مربع C تست عمل کرد یا فانکشن تست را روی سوپاپ AAC انجام دادیم که نتیجه رضایت بخش نبود. اکنون عیب ممکن است در دو قسمت وجود داشته باشد. کنکتور و سیم‌های مربوطه یا خود سوپاپ. قسمتی از سیم را قبلا چک کردیم. لذا نیاز به تست بقیه سیم کشی شامل ترمینال 113 مربوط به کنکتور ECU و ترمینال B مربوط به کنکتور سوپاپ AAC داریم. در واقع این تست در قسمت پایین مربع C قرار دارد، در صورتی که باید در قسمت NG وجود داشته باشد. این گونه جابجایی در بسیاری از فلوچارت های ECCS وجود دارد. اگر عیبی در سیم کشی مشاهده نشد، به ادامه یه چارت صفحه بعد می‌پردازیم. در این حالت توصیه می‌شود که خود سوپاپ AAC را چک کنیم. مشروع بررسی در بخش برق صفحه 2323 وجود دارد. در راهنمای سرویس از دیاگرام ساده‌ای جهت چگونگی تست سوپاپ استفاده شده است. اکنون سیمپیچ سوپاپ به وسیله یه اوهمر تست شده است. نشان دادن مقاومت 10 اوم معید سالم بودن سیمپیچ می باشد. لذا باید خود سوپاپ را از نظر چسبندگی و مواد خارجی روغن چک کنیم. برای این کار آن را باز، تمیز و مجدداً نصب نماییم. بعد از رفع عیب، آن را روی خود رو بسته و چک کنید که درست کار کند. در این بخش برای مثال یکی از عیب‌های ساده را انتخاب کرده ایم. به هر حال بدون توجه به نوع مسئله روش کار مشابه است. ولی به خاطر بیاورید که در مجموع این روش‌ها برای کمک به شما طراحی شده است. بنابراین وقتی با مسئله‌ای مواجه شدید به آن مراجعه کنید. نتیجه نهایی در خاتمه در این برنامه ما به تشریح کار کرد و روش کار عیبیابی سیستم ECCS پرداختیم. این سیستم پیشرفته و در این حال از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. تجربه نشان داده است وقتی عیب ظاهر می شود در اغلب موارد شامل عیوب ساده است مانند سیم ها و اتصالات تا اینکه در ECU و یا قطعات مشابه باشد. بنابراین به خاطر بیاورید وقتی عیبی بروز نمود سعی کنید اول بررسی کنید که آیا عیبی در حافظه ثبت شده است یا خیر. سپس به چارت عیبیابی مراجعه کنید. با این روش شما سریعتر از آنچه فکر می‌کنید عیب را تشخیص خواهید داد. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید.
تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.